یه نظریات اجتماعی سیاسی سال اول رو میبندیم و به سال دوم میپردازیم آقای فتاپور از سازمان فداییان خلق اکثریت به این سال جواب خواهند گفت آیا روند آزادی به صورت آزادی سیاسی اقتصادی فرهنگی باید باشد یا به صورت آزادی فرهنگی سیاسی اقتصادی من توی صحبت اول خیلی محدودتر از اون مسائلی که مطرح شد صحبت کردم و در رابطه با اینکه آزادی در دوران ما چجوری میشه کسب بشه و اینکه باید استثمار از بین بره در این محدود صحبت کردم صحبت های بعدی یه مداری شد اجبارا منم مجبورم چند دقیقه خیلی مختصر نسبت به اون مسائلی که توضیح داده شد نظرم رو بگم و به دنبالش به طور مشخص دو سال قبلی نه تو هم بر دو سال به هم مربوطه تفاوتی نمیکنه چون در رابطه با سال قبلی این در رابطه با این سال هم مطرحه ما صحبت از این میکنیم در جلسات قبلی به طور مفصل صحبت شد که وقتی ما آزادی رو تسلط بر جامعه و طبیعت تعریف میکنیم در مقابل انسان یک سری موانعی وجود داره موانع طبیعی موانع اجتماعی و موانع بازدارنده معنوی تاریخ بشریت مبارزه است برای از بین بردن این موانع انسان با درک ضرورتها، با درک قانونمندی هایی که در حاکم بر روابط بین پدیده ها این امکان رو پیدا میکنه که این موانع رو برداره موقعی که مانع رو از بین برد یعنی از اون مانع آزاد شده بنابراین وقتی اون مانع رو از بین نبرده هنوز آزادی کسب نکرده اگر صحبت از این بکنیم که قبل از از بین بردن مانع مختاره، میتونه مبارزه بکنه حق داره مبارزه بکنه ما رو این تاکید میکنیم که مارکسیزم اعتقاد داره بشریت همواره نه تنها حق داره بلکه مبارزه میکنه و این توده ها هستن بشر هستش که با مبارزش تاریخ رو میسازه و موانع رو از بین میبره و پیش میاد جبر تاریخ هم یعنی همین یعنی تاریخ چنین حکم میکنه علم تاریخ قانونمندی ها چنین میگوید که بشریت مبارزه میکنه برای از بین بردن این موانع در مقابل این تفکر تفکر دیگه وجود داشته که گفتم در جلسات قبلا هیچ کدوم از دوستان این اعتقاد رو ندارن اون تفکر تقدیرگرایانه است تفکری که میگه همه چیز از پیش تعیین شده است جبری وجود داره که انسان در مقابلش هیچ کار نمیتونه بکنه مارسیز لیمینینیزم با این تفکر مخالفه و در مبارزه طولانی با این تفکر پایگی این نظر رو اثبات کرده و ثابت کرده که این نظر که میگه همه چیز تعیین شده است و بشر نمیتونه موانع رو از بین ببره این تفکر نادرسته بلکه تفکر بشر میتونه با درک قانونمندی‌ها بر اون جام بر اون پدیده مسلط بشه در رابطه با سوال مشخص اینکه کدوم اینها تقدم دارند مسلم اینه که همینجور که صحبت شد آزادی یک امر نسبیه همواره بشر تلاش میکنه در جهت از بین بردن این موانع یعنی همواره سعی میکنه موانع طبیعی رو برش تسلط پیدا بکنه سعی میکنه اختراعات بکنه، صنعت پیش میره. پیشرفت بشریت در مبارزه بر علیه موانع طبیعی از طریق انقلاب صنعتی صورت میگیره. از طریق اختراعات و اکتشافات صورت میگیره. پیشرفت بشر در مبارزه با اون عوامل بازدارنده اجتماعی از طریق انقلاب اجتماعی صورت میگیره. و پیشرفت بشریت در مبارزه بر علیه عوامل بازدارنده معنوی از طریق انقلاب فرهنگی صورت میگیره. ولی بشر همواره در هر سه عرصه مبارزه میکنه و پیش میره اونچه ما روش تاکید داریم پس از اینکه زحمتکشان موفق شدند قدرت رو به دست بگیرند در اون شرایط امکانات بسیار وسیعی فراهم میشه برای اینکه ما بتونیم اون عوامل بازدارنده معنوی رو از جلوی راهمون برداریم این نیست که قبل از این شرایط مبارزه بر علیه این عوامل صورت نمیگیره میبینیم در جامعه خودمون امپریالیز تلاش میکرد که فرهنگ خودش رو رسوخ بده میان توده های مردم و مردم ما بر علیه این کوشش امپریالیز مبارزه میکردن ولی پس از انقلاب امکانات برای اینکه مبارزه بکنیم بر علیه این عوامل به مقیاس خیلی وسیع فراهم میشه مثال مشخصی اگر بخوایم در این رابطه بزنیم بر فرض جامعه کوبا جامعه کوبا قبل از انقلاب معروف بود به فاحشه خونه آمریکا معروف بود به کاباره آمریکا از نظر به اینکه امپریالیسم اونجا نفوذ داشت شرایطی به وجود آورده بود که تعداد فاحشا در این کشور از تمام کشورهای دنیا بیشتر بود ولی امروز جامعه کوبا از نقطه نظر ارتقای فرهنگی از نقطه نظر ارتقای مسائل معنوی در جامعه، در تمام جامعه بشری زبان زده امروز کوبا مثلا بی توش از بین رفته اونقدر پزشک داره که به تمام کشورهای دنیا پزشک میفرسته به تمام کشورهای آفریقایی و پزشکان کوبا میرن تو کشورهای آفریقایی در بدترین شرایط بدون اینکه هیچ چشمداشی داشته باشن هیچ امتیازی بتونن بگیرن در بدترین شرایط مبارزه میکنن برای اینکه بتونن اون جوامع رو ارتقا بدن یعنی در یک چنین شرایطی امکانات وسیعی برای ارتقای فرهنگ فراهم میشه پس از اینکه ما تونستن زحمت رو به دست بگیرن این امکان فراهم میشه به طور مشخص بفهمید که نقطه نظرتون در ارتباط با این سال همواره مبارزه برای ارتقاء فرهنگ همواره مبارزه بر علیه عوامل بازدارنده معنوی وجود داره همواره مبارزه بر علیه طبقات ستمگر وجود داره ولی پس از انقلاب اجتماعی امکان برای اینکه فرهنگ بتونه میون توده های وسیع ارتقا پیدا بکنه فراهم میشه و تجربه بشری انقلابات پیروزمند این امر را ثابت کرده آقای پیمان برای اینکه ما ببینیم ترتیب آزاد شدن انسان از قید و بندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چگونه است اینو ناچاریم که جدا بکنیم چون میگیم هم قیود فرهنگی وجود داره به صورت استعمار تحمیل یک اندیشه های نادرست مذهب شرک که زایده طبقات ستمگر هست هم قیود اقتصادی وجود داره به صورت همون محدودیت ها نابرابری نا و هم قیود سیاسی به صورت استبداد سیاسی اما انسان چگونه آزاد میشه؟ ما معتقدیم در بینش توحیدی اول انسان باید از قیود فرهنگی آزاد بشه یعنی انقلاب انقلاب فرهنگی است در وجود خود فرد چون تو وقتی که یه دهقان معتقد نباشه که زمین مال خداست و کسی که روش کار میکنه صاحب حق میشه یعنی این تفکرش تحول پیدا نکرده باشه انقلاب پیدا نکرده باشه و همچنان معتقد باشه که نه این زمین مال اربابه گرچه ارباب اصلا به عمرش در اونجا کار نکرده باید این کار بکنه دو سهم بده به اون یه سهم خودش برداره تو زمانی که چنین باور و اعتقادی داره هرگز قیام برای شکستن قیود اقتصادی و سیاسی حاکم بر خودش نمیکنه تا وقتی که کارگر معتقد باشه که نه صاحب کارخانه حقش هست که بدونی که کار بکنه سهم اساسی رو ببره این محال مبارزه بکنه حتی مبارزه نمیکنه هیچ دهخانهای ما داشتیم که بهشون هم زمین دادند به اعتقاد این که این زمین مال اون نیست حاضر نیست رو نماز بخونه و حتی ناراحته چرا چون از در تفکر در اسارت فکری است فکرش آزاد نشده تحول پیدا نکرده که به حق خودش و اون حقی که خداوند بهش داده آگاه شده باشه بنابراین هم که صحبت شد اول برای اینکه بتونه علیه این قید و بندهای اقتصادی و سیاسی قیام بکنه باید انقلاب فرهنگی انجام بگیره منتها این نسبی تا مردم آگاه نشند بر اون تفق... حقوق حق الهی خودشون تن به اسارت میدن در یه مرحله دیگه ما وقتی پیروز میشیم قدرت سیاسی به دست میاریم اون وقت موانع تحقق آزادی رو از پیش بر میداریم یعنی قبل از انقلاب دهقان باید انقلاب فرهنگی رو دیده باشه معتقد شده باشه که حقش به این زمین هست یعنی زمین مال اونه کارگر باید معتقد شده باشه که این استثمار نباید بشه اما بعد از گرفتن قدرت سیاسی است که عملا استثمار از بین میره عملا زمین به دهقان داده میشه و الا تحول فکری قبلا انجام میگیره بنابراین ما تقدم میدیم به انقلاب فرق فکری و عقیدتی در مقایسه با انقلاب اجتماعی و اقتصادی آثار سوءش هم ما داریم میبینیم وقتی که انقلاب فکری انجام نگرفته باشه فرهنگی نیرویی که پیروز میشه چون در خودش اعتقاداتش عوض نشده در حاکمیت هم که قرار میگیره ظلم و ستم وجود داره الان شما نگاه کنی ضعف ما از لحاظ فرهنگی اون جایی که هست آثارش رو میبینی توده ها اون مقداری که آزاد شدن تحول فکری رو دیدن در قبل از پیروزی انقلاب در طول 15 16 سال ای که به خصوص تحول عظیم مذهبی که انجام گرفت مردم به اسلام اصیل آشنا شدن به حقوقشون آشنا شدن به مسئولیت اسلامیشون آشنا شدن مبارزه با رژیم شروع شد ترسا دور ریختند وابستگی ها از بین رفت و امروز سمرش این توده مبارز جان برکفی است که ما در جبه ها میبینیم برای شهادت سعادتی است این تحول فکری عظیمی است که رخ داده یادتون بیاد اون زمانی که همه مردم یا اکثریتی وابسته به کمترین جزء زندگی بودن ترس وجودشون گرفته بود پس این انقلاب فکری انجام شد که این ملت چنین زنده شد و تولد تازه پیدا کرد این انقلاب عقیدتی بود حالا در کسانی هم که رهبری اجتماعی به عهده میگیرند به خصوص این اهمیتش بالاتره چون اینا باید مجری کار باشن اگر انقلاب فکری و فرهنگی و عقیدتی کامل انجام نگیره وابستگی به خودپرستی جاه طلبی وجود داشته باشه آثارش هست ما میبینیم در این زمین ضعیفیم چون ضعیفیم نیروهای پیشرو نیروی صالح متقین پیشتازان صالح وجود ندارند نتیجهش اینه که میبینیم جامعه ما رو از نظر اداره اجتماعی بسیار از فرصت طلب ها فرا می بسیاری ضعف هایی که ما در وجود اون هست در مسئولیت ها خودش نشون میده به صورت تجاوز به حقوق دیگران تجاوز سیاسی اقتصادی حمایت از مستکبرین حمایت از سرمایدار حمایت از مالک بینیم خیلی از مسئولین اجرایی از سرمایداری حمایت میکنه از مالکین حمایت میکنن چرا چون این انقلاب فرنگی خودش ندیده چون آزاد نشده یا استکبار به خرج میده تجاوز به حقوق دیگران میکنه تجاوز به آزادی ها میشه همه اینا که انقلاب فرنگی کامل نشده پس انقلاب فرهنگی که کامل انجام نشه انقلاب سیاسی اقتصادی هم میتونه به شکست بکشونه اینجاست که در بینش توحیدی ما اهمیت خیلی اساسی به انقلاب فرهنگی میدیم و اینو براش حق تقدم قائلیم و موفقیت انقلاب اقتصادی سیاسی را منوط به پیروزی کامل و روبه رشد انقلاب فرهنگی میدونیم میخواید کنید آزادی انسان از جرهای اقتصادی یعنی جر منای همون قید و اقتصادی اجتماعی فرهنگی که واقعیتی است در نظامات شرک طبقاتی نظامات غیر توحیدی غلبه بر اون مقدمش این هست که انسان بر قیود و اسارت فکری غلبه بکنه و از اونها آزاد بشه یعنی آزادی فکر انبیا هم که میان اول انسان از ذره فکر آزاد میکنند بعد که انسان از فکر آزاد شد قیام میکنه برای آزاد شدن از قید استکبار یعنی اسارت سیاسی و با گرفتن قدرت سیاسی از اسارت اجتماعی و اقتصادی هم خودش آزاد میکنه ضعف انقلاب فرهنگی موجب ضعف آزادی های سیاسی و اقتصادی و شکست نهایی انقلاب میشه بس. آقای کیانوری بفهمید شما آیا از نقطه نظر شما و حزب توده روند آزادی به صورت آزادی سیاسی اقتصادی و فرهنگی باید باشه یا به صورت فرهنگی سیاسی اقتصادی؟ به نظر من بایستی هر دوی این فرمول ها رو تکمیل کرد با این شکل که چهار تا چیز ما قائل هستیم بهش تحول فرهنگی به معنی آزاد شدن توده های مردم توده های محروم از عبودیت طبقاتی از برد صفتی از تحمل ظلم و جور این مرحله اول حل انقلاب است بدون چنین آزادی از این عبودیت انقلاب اصلا نمیتونه وجود بیاد آگاهی سیاسی اجتماعی است یعنی اگه طبقه کارگر در نتیجه تضادها فشار اجتماعی به این نتیجه نرسه که آقا این جامعه دیگه من قابل تحمل برام نیست این جامعه رو بایستی خرابش بکنم و برای اینکه این جامعه رو خراب بکنم تا حد جنداد... جان دادن دادن جان خودم آماده هستم انقلاب پیروز نمیشه مگه انقلاب را از جایی بخوان صادر بکنم وارد بکنم مثل کارخانه فرض بکنید که یخچال سازی اون وقت اون انقلاب نیست البته پس به این ترتیب مرحله قبل از انقلاب سیاسی عبارت است از, از مرحله تحول فکری در جامعه که این تحول فکری به اون شکل نیست که به یک حد مطلقی برسه تمام جامعه از عبودیت آزاد بشه تا این درست در بیاد نه این تحول فکری تا اونجایی هست که توازن نیروی اجتماعی رو به نفع نیروهای محروم در نبرد اجتماعی تغییر بده یعنی هنوز همه آزاد نشدن از این عبودیت هنوز قشهای بزرگی هنوز در این عبودیت هستند ولی اینقدر این تحول چیزی چیز انجام گرفته که توازن نیروهای اجتماعی به سود محرومان در جامعه به وجود بیاد یعنی نظرشون میرسه با این تحولی که پیدا کردن که انقلاب سیاسی رو انجام بدن یعنی قدرت حاکمه رو بیاندازن و قدرت حاکمه دولتی اجتماعی سیاسی رو به عهده بگیرن بعد انقلاب اقتصادی پیدا میشه بعد از اینکه که انقلاب سیاسی اقتصادی شد یعنی اینا هم باز با هم دیگه هستن و نه این است که انقلاب سیاسی باعث کامل کامل بشه تمام آزادی ها مطلق بشه همه استثمار از بین بره تمام انقلاب اقتصادی بشه بعد شروع بکنیم به انقلاب فرهنگی نه این سه تا مرحله اولش این است که انقلاب سیاسی باید انجام بشه قدرت باید گرفت از حکومت تا وقتی نگیرید شما آزادی ندارید برای اینکه جامعه را از فرهنگ عبودیت به معنی وسیع خودش آزاد بکنید تا قدرت سیاسی رو نگیرید نمیتونید استثمار را از بین ببرید به این ترتیب قدرت سیاسی اولین مرحله انقلاب هست. یعنی مرحله تحول عمومی جامعه از لحاظ بنیادی است بعد شروع میشه به تحول اقتصادی یعنی ریشه کردن تمام پایه های اقتصادی اون نظام حاکم نظام جور و ستم نظام ظالم و به موازات اون انقلاب فرهنگی در وسعت کامل جامعهش یعنی آزاد کردن توده های مردم از لحاظ فکری از فرهنگ و عبودیت طب... چیز طبقات ظالمه به این ترتیب برای ما عبارت است از, از تحول فکری جامعه برای آماده شدن برای انقلاب این آگاهی اجتماعی طبقاتی است که ما میگیم همیشه قبل از انقلاب لازم است تا حد ایثار بدون این غیر ممکن هست که یه طبقه محروم بتونه اصلا موفق بشه تا حد ایثار کامل جان خودش یعنی انقدر بایستی که در این زمینه پیش بره لاقل اون قسمتی از جامعه که کافی است برای اینکه این چیز این رو نظام اجتماعی رو زورش برسه که سرنگون بکنه و بعد از اون قدرت سیاسی رو به دست بگیره بعد از اینکه قدرت سیاسی رو به دست گرفت یعنی طبقات حاکمه از قدرت سیاسی بر کنار کرد انقلاب اقتصادی و فرهنگی در مقیاس وسیع جامعه مطرح است به این شکل نظر ما است مثلا به طور مشخص تحول فکری جامعه برای انجام انقلاب سیاسی انجام انقلاب سیاسی و بعد از انقلاب سیاسی انقلاب اقتصادی و فرهنگی به عنوان تضمین کننده قدرت سیاسی اگه این دوتا انجام نگیره میتونه انقلاب سیاسی هم با شکست رو بشه خیلی خوب این دور اولی مقداری تداخل هایی پیدا کرد و در پایانش آقایون مطلبی رو گفتن که لازم میدونم یک چیزی رو یادآوری کنم سرانجام آقای کیانوری گفتن بله ما همه مطالبی رو که فلانی میگه قبول داریم نه در مورد بخش اول رو میگم در اون موردی که پاسخ به سوال اول بیانتونی حرفی که در رابطه با مسئله نه. آزادی قلیم. آزادی قلیم. و جبر و این آزادی قیام در برابر جبر یعنی این که حتی شرایط رو هم تاریخ به وجود نمیاره انسان ها به وجود میارن فقط در زمان لازم نه تاریخ به وجود بیاره چیزی که اینجا برای بیننده ها و شنونده های ما که اکثریت قاطع مسلمانان جامعه ما هستند لازمه اینجا یادآوری بشه اینه که خوب ما الان این نقطه نظرها رو که در بحث سیاسی که در حقیقت بحث ایدولوژیک سیاسی دیگه داریم دنبال میکنیم فعلا در پاسخ سوال اول و فکر میکنم داره پاسخ سوال دوم شاید احیانا همچین چیزی بشه به این نتیجه میرسیم که مسلمان ها در رابطه با بحث آزادی انسان و جبر جبر اجتماعی و جبر تاریخی موضعشون اعتقادشون باورشون باوری است که مارکسیسم هیچ چیز تازه براشون نداره بیاره بنابراین احزاب مارکسیستی چه حزب توده چه سازمان فدایان خلق اکثریت چه سازمان های مارکسیستی دیگه در این رابطه هیچ مطلب تازه برای شما مسلمان ها ندارند شما با همون فرهنگ غنی اسلامیتون که سابقه 1400 ساله داره در رابطه با مسئله آزادی انسان در برابر جبر تاریخی و جبر اجتماعی و جبر طبیعی معرفتی دارید اعتقادی دارید باوری دارید که مارکسیسم چیزی اضافه بر آن نداره در این مورد هیچ نیازی مسلمان به مارکسیسم نداره این یه نکته و اما در رابطه با این سوال دوم در رابطه با سوال دوم اسلام میگه اول الدین معرفت الرحمن اصلا آغاز دین و آغاز آین زندگی رو با معرفت و آگاهی و شناخت اعلام میکنه پس اول اون چیزی که در انسان باید تغییر بکنه آگاهی اوز. و اولین انقلاب چه در فرد انسان چه در مجموعه انسانها انقلاب فرهنگی است در پی انقلاب فرهنگی انسانها باید شرایط اجتماعیش رو عوض کنند یعنی باید اون فرهنگشون رو اون ایده و باورشون رو حاکم کنند پس حاکمیت سیاسی برای اون باور و ایدهشون به وجود میاره پیغمبر صلوات الله و سلام علی در طول 13 سال در مکه برای ایجاد انقلاب فرهنگی تلاش کرد انسانهایی را بر محور این فرهنگ کاملا نو گرد آورد وقتی نیرو شد گفت حالا بیایم یک سیاست جدید یک جامعه جدید به وجود اما مسئله مهم اینه که وقتی که میخواد انقلاب سیاسی به وجود بیاد و نظام سیاسی تازه بر پای فرهنگ تازه و باورهای تازه به وجود بیاد همین حالا هم باید انقلاب فرهنگی ادامه داشته باشه یعنی اصولا همیشه نه فقط در آغاز حتی در طول پیشرفتم همیشه بهبودهای سیاسی و اقتصادی تا بیست از بهبود فرهنگی و ساخت فکری و تقوایی و ایمانی و عملی انسان برابر این انسان مسلمان پس از پیروزی سیاسی فورا غرق نمیشه در پیروزی های سیاسی همیشه هوشیاره که اگر مراقب خودش نباشه این نفس اماره که تا دیروز یه جور او را اسیر می کرد حالا یه جور دیگه او را اسیر میکنه چه نفس اماره خودش چه نفس اماره جمع بنابراین از دید ما مهم اینه انقلاب اولا با انقلاب فرهنگی آغاز می شود ثانیاً انقلاب فرهنگی وقتی موفق شد یک نیروی براندازنده نظام تاغوتی رو بسیج بکنه باید اون نظام تاغوتی رو براندازه و حاکم بشه و سالسان باید در تغییر روابط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی همواره مراقب باشه که هر مرحله ای که میره جلو بازم اول رشد فرهنگی و انقلاب فرهنگی است و در پی اون انقلاب سیاسی و اجتماعی یک نکته دیگه اینه این نکته هم باید یادآوری بشه و اون اینه که هر تغییر سیاسی نو هر تغییر اقتصادی نو در خط رشد زمینه را برای آسنتر شدن رشد فرهنگی و آگاهی هم آماده میکنه. حالا باز در همین جا هم می گیم که اگر این مطلبی که ما از دیدگاه اسلام و مستند به نصوص اسلامی می مطلبی است که مورد قبول کامل مارکسیسم هست باز در اینجا هم معلوم میشه مارکسیسم پیام تازه‌ای برای مسلمان ها نداره فعلا تا اینجا در این نقطه اول و دوم اگر اینطور طور باشه یعنی اگر واقعا نظر مارکسیسم باشه تا این در این نقطه اول و دوم در بحث آزادی و جبر و آزادی و مراحل اون و روند اون اسلام اونچه تو انسان مسلمان و تو توده مسلمان کارگر و دهقان و معلم و دانشجو و همه قشق پیشور و همه قشرهای اجتماعی ما نیاز داری به صورت روشن در اختیارت نهاده خیلی متشکر آقایون در مورد این سال دوم اگر ابهامی وجود داره در ارتباط با گفتاره هر یکی از دیگر هزار. بفرمایید خیلی سریع تا پاسخ داده بشه والا بریم بر سر سوال سوم من یه پیشنهادی دارم پیش با اونه که من فکر می‌کنم همین چون بنای قبلی ما برای این بود که دیگه رو دور بر من. نه همین چون شما هی طول می‌کشه نه هر کسی باید تلاش کنه در اون وقتی که هست کاملا مصلبه خودش رو بگه و دیگری هم مطلب خودش رو میگه و شنونده و بینندم هم میکنه. جنبندی میکنه حتی جنبندی جدید هم اگر باز میگید بکنن به نظر من این واقعا این جنبندی هم. فقط برای خلاصه کردن صحبت خودش خلاصه است دیگه حالا جو... بکنم اگر این باشه که فکر کنم تو این زمینه تو این بحث مشخص سری نظر وسیعتری وجود داره این که با توجه به صحبت های بهشتی کردن آیا این رو هم که کسب آزادی بر مبنای شناخت قانونمندی ها و قوانینی که حاکم بر پدیده هاست یعنی بر مبنای علم امکان پذیره و اون چیزی رو که علم میپذیره آیا ما هم میپذیریم و بر اون مبنا جامعه رو میخوایم تغییر بدیم شرایط رو تغییر بدیم یا این تصور که ما میتونیم هر جوری خودمون بخوایم هر جوری خودمون دلمون بخواد میتونیم تغییر بدیم طبعا. این سوال رو هم بکنم طبعا. فکر میکنم دیگه بحث تو این زمینه دیگه کامل شده جواب داره. من در بحث اول و دوم به این جواب, جواب گفتم و برای اینکه کوتاه بشه دیگه بله به سراغ سوال